سرخط مهمترین خبرها. و کشته و زخمی شدن بیش از 10 نفر از اثر انفجار در ناحیه 13 شهر کابل. این انفجار شامگاه 5 شنبه در یک کلاب ورزشی رخ داده است. سلام، شما را دعوت می نمایم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. منابع از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه خبر دادند. بر اساس گزارش ها در این رویداد پایگاه آمریکایی با 10 موشک هدف قرار گرفته است. گفته شده در این رویداد تلفات و خسارات قابل توجه بر نیروهای آمریکایی وارد شده. منابع از غافلگیری و آشفتگی در این پایگاه خبر داده که منجر به ارسال این پیام شدند: ما قصد درگیری و ایجاد جبهه جدید را نداریم. نکته قابل توجه این است که رسانه‌های آمریکایی و وابسته به آنها در این مورد سکوت کرده‌اند. مراسم یادبود از شهدای مردم مظلوم فلسطین در غزه، شهدای مسجد امام زمان ولایت بغلان و جانباختگان زلزله هرات در غرب کابل برگزار شد. شرکت کنندگان این مراسم حملات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان را به شدت محکوم کردند و خواستار بسیج همه کشورهای اسلامی و مسلمانان علیه جنایت این رژیم شدند. محفل بزرگ مردمی انس با قرآن کریم و مناسبت یادبود از شهدای مسجد امام زمان ولایت بغلان، زلزله هرات و شهدای مظلوم فلسطین. مراسمی که با قرائت قرآن کریم از سوی قاریان ملی و بین المللی یاد شهدای این رویدادها را گرامی داشتند. سخنرانان این مراسم حملات کور و وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین را به شدت محکوم و از حمایت‌های غرب از این رژیم به خاطر تداوم بمباران غزه به شدت انتقاد کردند. سستر از خانه عنکبوت بود این اسرائیل. تمام غرب، تمام امریکا، تمام سرمایه‌شون رو پای این قده سرطانی تروریستی خونخوار ریختن. آخرش 70 سال عمر کرد. شرکت کنندگان این مراسم همچنان تأکید کردند که مسلمانان در قبال ملت مظلوم فلسطین خاموش نباشند و باید همه امت اسلامی مسئولیتشان را در این راستا ادا کنند. در قبال مردم مظلوم فلسطین همه مسلمان ها وظیفه دارند تا در این قبال سکوت نکنند و انزجارشان را نسبت به اسرائیل غاصب نشان بدهند. در این مراسم همچنان از شهدای نماز مسجد امام زمان ولایت بغلان و جان باختگان زلزله هرات نیز یادبود شد و با خانواده های آنان ابراز همدردی کردند. آشنای جوانان با معارف اسلامی و ترویج فرهنگ دین مبین اسلام از دیگر اهداف مهم این محفل قرآنی بود. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. پلیس کابل اعلام کرده از اثر یک انفجار در ناحیه 13 شهر کابل 4 نفر جان باختند و 7 نفر دیگر زخم برداشتند. این انفجار حوالی ساعت 7:30 شب گذشته در ایستگاه نانوایی دشت برچی در یک کلاب ورزشی رخ داده و تا هنوز نوعیت انفجار مشخص نشده است. اما آمارهای جمع آوری شده از 3 شفاخانه در غرب کابل نشان می‌دهد که در این رویداد 6 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند انفجار زمانی رخ داد که 10 تن از جوانان سرگرم ورزش در این کلاب بودند. گفتنی است که به دنبال وقوع انفجار آتش سوزی در داخل این مارکت نیز صورت گرفته است. یک کمیسیون عالی به دستور ملا هبت الله آخوندزاده به منظور رسیدگی به مهاجرین افغان که از پاکستان و دیگر کشورها اخراج می شوند تشکیل شد. ذبیح الله مجاهد گفته که این کمیسیون بر ریاست عبدالسلام حنفی و عضویت 31 مقام حکومتی به هدف رسیدگی به مشکلات مهاجرین تشکیل شده است. این کمیسیون 12 کمیته نیز دارد که مسئولیت آنها تشخیص مهاجرین و عرضه خدمات اولیه و صحی و تهیه سرپناه‌های موقت به مهاجرین است. این کمیسیون در حال تشکیل شده که کمتر از 1 هفته به مهلت تعیین شده پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور باقی مانده است.
مولوی بدرالدین حقانی به حیث سفیر افغانستان در امارات متحده عربی تعیین شد. وزارت امور داخله پذیرفته شدن سفیر جدید افغانستان در امارات متحده عربی را پیشرفت مهم در روابط دو جانبه عنوان کرده است. به گفته این وزارت، با معرفی حقانی به حیث سفیر در ابوظبی، روابط اقتصادی و سیاسی میان کابل و ابوظبی گسترش خواهد یافت. هفتمین و هشتمین دور جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی برگزار شد. اشتراک کنندگان این مراسم تاکید کردند که دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم یکی از معتبرترین نهادهای تحصیلی در کشور است که در بیش از یک دهه فعالیتش هزاران نیروی متخصص جوان در بخش‌های مختلف تقدیم جامعه کرده است. با این حال دانشجویان ضمن تقدیر از مسئولان و اساتید دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم تعهد سپردند که در آموخته‌هایشان از آموخته‌هایشان در راستای خدمات رسانی به مردم و جامعه استفاده خواهند کرد. مراسم هفتمین و هشتمین دور جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی. این دانشجویان از رشته‌های مختلف مانند طب معالجوی، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی فارغ شدند. جشنی که سرور و شادمانی را برای خیلی ها به ارمغان آورده، از استادان دانشگاه گرفته تا اقارب و نزدیکان دانشجویان. و این دانشجویان که امروز فارغ می شود، هم در تامین دینداری شما مثل دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی و هم در تامین سلامت شما مثل دانشجویان رشته طبابت و فارمسی. پانتون خاتم النبیین تمام مردم خوش و خوشحال است، رضایت داره. یگانه پانتون بسیار فعال بدون تبعیض بیخی بمثل بمانند در کل افغانستان نظیر نداره. فارغان این دور را دانشجویان ولایات مختلف تشکیل داده. تنوعی که آگاهان دلیل آن را ارائه خدمات با کیفیت تحصیلی از سوی دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی عنوان میکنند. د خوشحالی زاید چې په غزنی کې نن موږ همداسې یوه بېلګه یې وګورو چې خاتم النبیین وشو کولی چې د هرات نه د کابل د لوګر د ننګرهار همداسې د نورو ولایاتو بغلان دلته محصلین ولري او محصلین په ښه ډول باندې خپل درسونه ولولي او بیرته لاړ شي مرکز ته تحصیلاتو کې تحصیلات واقعا هغه تایید کې ووایي چې واقعا دا که ولایاتو کې پوهنتونونه شته نو هغه د ټولو مشترک کور ده. و امروز شما در هر مرکز صحی و کلینیک بروید و در هر نقطه ادارات این غزنی بروید، فارغ التحصیل پوهنتون خاتم‌النبیین را میبینید. دکتر سید وحید الله عزیزی در اینجا نشسته است، متخصص چشم که خدمتگزار شما مردم غزنی میباشد. دکتر سید فکوری در اینجا نشسته است و دوستان دیگری را که نمیبینم، همگی فارغ التحصیلان خاتم‌النبیین میباشد. از جانب دیگر شرکت کنندگان این مراسم با اشاره به اهمیت فراگیری علم و دانش برای پیشرفت و ترقی کشور میگویند باید زمینه تعلیم و تحصیل برای همه شهروندان فراهم شود. بناهان به صراحت می توان گفت ملتی که سواد نداشت در واقع ملت کور است و شخصی که زمینه تحصیل و تعلیم را از یک کودک و جوان سلب نماید در واقع باعث اضمحلال فکری ملت شده است، بالاخص قشر دختران، زیرا دختران امروز در واقع مادران آینده است. در این مراسم شماری از دانشجویان با نگرانی از کمبود فرصت‌های شغلی پس از فراغتشان از مسئولان حکومتی خواستند که در راستای اشتغالزایی برای جوانان تلاش نموده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. ریاست ترافیک وزارت داخله از ختم پروسه داوطلبی و آغاز تغییر رنگ تاکسی‌ها در آینده نزدیک خبر می‌دهد. بر اساس این طرح قرار است 50,000 تاکسی به گونه الزامی از سفید و زرد به فیروزه‌ای و سفید تغییر رنگ دهد. در این حال شهروندان با استقبال از این طرح میگویند با تطبیق تغییر رنگ تاکسی‌ها امنیت بیشتر می‌شود و میزان جرایم جنایی به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت. پیشرفت پروسه تغییر رنگ 50,000 تاکسی از زرد و سفید به فیروزه‌ای و سفید در سراسر کشور، طرحی که قرار است به مدت 3 سال در سراسر کشور تطبیق شود، ابتدا در کابل و سپس در سایر ولایات.
برای تغییر رنگ تاکسی ها در کابل 4 زون تعیین شده که توسط یکی از شرکت های خصوصی برنده در داوطلبی تطبیق می شود. هزینه رنگ تاکسی ها 7890 افغانی تعیین شده است. امکان داره که در می هفته نو انشاءالله تعالی مراکز خود احداث بکنه و قبل از احداث مراکز از او پروسیجر کاری تقریبا به هزارها واسطه نقلیه را ما تکمیل کردیم در ادارات ترافیک تماما آماده است. زمانی که مراکز خدماتی احداث شود ما متصرفین وسایل نقلیه تاکسی را روان میکنیم به مراکز که وسایل نقلیشان تغییر رنگ بده. در کابل تا کنون تاکسی های شهری حدود 25% ثبت احصایه ترافیک هستند که قرار است از سفید و زرد به سفید و فیروزه‌ای تغییر رنگ دهند. مسئولان در ریاست عمومی ترافیک میگویند با تکمیل شدن این پروسه تاکسی های شخصی دیگر حق انتقال مسافران را ندارند. سرنوشتش نامعلوم بیکار میشیم دیگه. یک چیزی واضحه دیگه، باید دولت یک فکر به حال ما بکنه. اینطور نمیشه که امیاله اگر حساب کنیم 80% موتره که فعلا در کابل به عنوان تاکسی که فعالیت دارن یا ژاپنی هستن یا دست پاکستان تاکسی هستن. اگر اینا حمایت نشه فکر میکنم تعداد کثیری ممکن است نتونه از زیر بار چنین هزینه های هنگفت برای و در نهایت دست از این مشاغل میکشه. وقتی دست از مشاغل بکشه مشاغل بدیل هم وجود نداره. وقتی مشاغل بدیل هم وجود نداشته باشه شما باور بکنین و یقین بدانید که اینها به تیم هایی که در بی‌نظمی های اجتماعی در کجروی های اجتماعی ممکن خیلی نقش ارزنده را ایفا خواهد کرد. مالکان تاکسی های ثبت شده نیز شکایت هایی دارند، از جمله هزینه تغییر رنگ و فعالیت موترهای شخصی و ثبت نشده در کنار آنان. شهروندان اما تغییر رنگ تاکسی ها را در بهبود امنیت، جلوگیری از آدم ربایی ها و هر گونه سوء استفاده طرح مفید می دانند. دیگر این پروسه که دولت تصمیم گرفته فعلا در شرایط که مردم ما است تی مشکل ساز است. نمیتونیم فعلا که می 6-7 هزار که شما میگین امیر از توان ما نیست که فعلا این را ما پرداخت کنیم که موترها را رنگ کنه. از این بسیار خوشحالم هستم که موترها مشخص باشه. یعنی اول موترها مشخص نباشه آدم نمیفهمه. یا ما دیدیم ده این موتر بالا شد یک وقت نمیدونیم که این موتر ما نیجی از کجا است از کجا نیست. یک وقت دیدیم که امیر بیخی یک نفر برد گم کرد. این در حالی است که به گفته مسئولان ریاست ترافیک تاکسی های شخصی نیز می توانند شامل احصایه تاکسی شوند و تغییر رنگ دهند. هدف این اقدام تنظیم وسایل نقلیه، زیبایی شهر و تامین امنیت و جلوگیری از اختلال در تشخیص تاکسی ها خوانده شده است. کارگران روزمزد در ولایت غزنی از نبود کار و پایین بودن دستمزد کارگری شکایت دارند. آنان میگویند روزها ساعتها انتظار میکشند تا کسی سراغی از آنها بگیرد، اما در نبود کار با دستان خالی به خانه برمیگردند. آگاهان اقتصادی با اشاره به فقر موجود بر ایجاد طرح جامع از سوی حکومت برای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه تاکید دارند. فقر و بیکاری دو معضلی که سالهاست گرایبانگیر شهروندان کشور است. در اینجا غزنی صف طولانی کارگران روزمزد نشانگر دامنه فقر و بیکاری است. این کارگران با بیان حکایت های تلخ از وضعیت زندگیشان خواهان توجه حکومت هستند. یعنی در 10 روز یک روش کار نه. دیگر 9 روز دیگرش کلن بیکاره. یعنی چیلی کارگر اگر استای کارگر دیگر کار دیگرش نمیه اون استا هسته ولی کارگرش نمیه. مثلا یک نفر پشت گستا ما مثلا 100 نفر در جان زو خز مونه آخرش یک نفر هم نمبره. دیگه این روز که نصب 6 ممید اینجی تا 5 بیگار هست دیگه. ما کاروبار کنیم یک روز بریم کار نیم 10 روز یا 20 روز بیکاریم دیگه. یعنی کارمون. کاهش کمک های جهانی، عدم سرمایه گذاری و نبود برنامه مشخص برای ایجاد کار به مردم از عوامل فقر و بیکاری در کشور خوانده می شود. خط ارتباطی بسیاری از شرکت های بین المللی با بازار جهانی به خاطر عدم و رسمیت شناختن دولت و تحریم بانک مرکزی هم میتواند دلیل باشه و میکانیزمی هم برابر از این سنجیده نشده که با این آدم هایی که قبلا شاغل بودن چی استفاده ایشه و کجا مشغول شوند. لذا رای حل ای است که دولت بتانه زمینه کار در داخل کشور را با گسترش زمینه های کاری فراهم بکنه.
در کنار بیکاری، پایین بودن دستمزد کارگری چالش دیگر است که انتقاد کارگران را برانگیخته. موږ درې سوه روپۍ د یوه کارګر نرخ دی چې سل روپۍ په هوټل کې وخوري او پنځوس روپۍ د ورځې وخوري، یو نیم سل عایدات به دی ولیدي. محترم والي صاحب، په ډېر درناوي سره دغه یو نیم سل روپۍ د ما د کور سر پې پټ کړم، د اولاد مې پښې پې پټې کړم، لباس یې واخلم، څه شی ورته وکړم؟ په یو نیم سل باندې ما ګزارون کېږي. کالی که غریب کار مردم سه، کالی که اهل عیال از پشت است، قیمتی خیلی زیاد است. دیگه میتونم کمی انشالله که قیمتی ارزانیش ارزانی باید باید همین وقت مردم فلکه باید کمک برسه. خواستیم نظر مسئولین محلی غزنی را در این زمینه داشته باشیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند، اما گفتند تلاش دارند کارگران روزمزد را در تطبیق پروژه های انکشافی و عامل منفعت جذب کنند. شماری از نقاشان و خطاطان در پایتخت میگویند در سالهای پسین کار هنر کمرنگ شده و بسیاری از هنرمندان این حرفه را ترک و آموزشگاه ها سقوط کردند. آنان از حکومت خواهان حمایت های عملی و رفع محدودیت های وضع شده در هنر نقاشی هستند. معین وزارت اطلاعات فرهنگ اما گفته طرحهای تازه را برای حمایت از هنرمندان روی دست دارند و به زودی عملی خواهد شد. هنگامی که صحبت از نقاشی می شود، اولین چیزی که به ذهن می رسد میناتوری یا نگارگری است که مشهورترین نوع هنر تصویری است. نقوش میناتوری روی سیکه ها، مهره های استوانه‌ای و ظروف سفالی کشف شده از معدن میس عینک حاکی از آن است که تاریخچه این هنر به قرن اول و دوم میلادی می رسد. در چند سال اخیر اما نقاشی و خطاطی تا حدود کمرنگ و در برخی موارد حتی کارگاه های آموزشی بسته شده است. گلسوم مرزایی اما تنها بازمانده از جمع هنرمندان در پایتخت است که به تنهایی این مسیر را به پیش میبرد. خب هنر نقاشی یک هنر خیلی بزرگی، یعنی محدود نیست، ولی در افغانستان شرایط برعکسن. ما نمیتونیم مثلا آزادانه یک چیزی را که واقعا در ذهن خود داریم را به نمایش بگذاریم که اگر مثلا ببینن برای خود ما مشکل ساز. چون مکاتب بسته شد، کورس ها، دانشگاه ها، همه ما خانه موندیم. به این دلیل ما آمدیم به هنر نقاشی رو آوردیم و به نقاشی شروع کردیم. پیام این نقاشی ها بیشتر به بیان وضعیت مردم به ویژه بانوان متمرکز است. نقاشی هایی که نشان دهنده درد و رنج مردم و از طرف هم انتقال دهنده ارزش های اسلامی و تاریخی مردم از یک نسل به نسل دیگر است. زمینه فعالیت های آزاد باید برشان مهیا شود و دستشان در زمینه های در واقع مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در واقع باز گذاشته شود تا اونا بتوانه اما هدفی که در واقع به اونان یک مسئله در داخل اجتماع مطرح هست به گونه واقعیش با ثابته. وزارت اطلاعات و فرهنگ اما از طرحهای تازه برای حمایت از نقاشان و خطاطان خبر می‌دهد. معین نشراتی این وزارت می‌گوید در آینده نزدیک انجمن فرهنگیان و نقاشان در کشور ایجاد می‌شود و خطاطان مورد حمایت‌های ویژه قرار می‌گیرند. ما په بیلابیل وختونو کې د درزمن در تنونو د جوړولو پلان لرو، د دې لپاره چې زموږ هنرمندانو، میناتورانو، نقاشانو، خطاطانو تشویق کړو. خو دغه ټولنه د دې لپاره ایجادیږي چې دوی مشخص شي، په ګوته شي او بیا دوی ثبت کړو، رجستری کړو. هنرمندایی که نقاش هستند، خطاط هستند، برای ازیا پروگرام ورکشاپ ها را، سمینار و گپ ها را در نظر داریم که به خاطر ارتقای ظرفیتشان. ایجاد دیتابیس مشخصات نقاشان و خطاطان، تأسیس انجمن در سطح کشور، برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی و ایجاد کارگاه های آموزشی به خاطر ارتقای ظرفیت هنرمندان از وعده های تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حمایت از نقاشان و هنرمندان است. شماری از ساکنان ولسوالی بهارک ولایت بدخشان که سال هاست به روش سنتی دیگ و دیگر وسایل آشپزی تولید می کنند از عدم حمایت حکومت انتقاد دارند. آنان می گویند اگر از سوی حکومت مورد حمایت قرار بگیرند می توانند نیاز بازارهای کشور در بخش ظروف پخت و پز را برآورده سازند. ساخت دیگ و دیگر ظروف مورد نیاز پخت و پز به شکل سنتی در گوشه ای از ولایت بدخشان.
جایی که شماری از صنعتکاران به روش سنتی دیگ و دیگر وسایل مورد نیاز آشپزی تولید و به بازار عرضه می کنند. محمد عمر که بیش از 50 سال عمرش را صرف ساخت دیگ و دیگر وسایل مورد نیاز خانه ها کرده می گوید این صنعت را از نیاکانش به ارث برده است. کیس که پدری بابایی من است، بعد از دوره ختم عسکری ما با مامایم شاگرد شدم، پس دوباره کسب آد کردم. تخمیناً 53 سال میشه که من کسب کار بکنم. ما دیگ، چای جوش، چای بر. برخی دیگر با انتقاد از عدم حمایت حکومت تاکید دارند اگر از سوی دولت حمایت شوند می توانند نیازمنده های سراسر کشور در بخش ظروف مورد نیاز پخت و پز را مرفوع سازند. تا هنوز توجه بالای ما کم شده از نظر یعنی حکومت ما. اگر با ما حکومت ما یعنی توجه بیشتر بکنه، امکانات بیشتر فراهم بسازه، از قبیل جا، از قبیل مواد، از قبیل یعنی قالبایی که از خارج جور میشه و وارد کشور میشه، یعنی در تخار، در قندز، در اوجه هستن، از اونها با ما باشه، ما میتونیم که تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدهیم. خواسته ما از حکومت ما همیست که با ما را دیگه اولش همی که کمک به ما شوا که همین ما برق جور کنیم. دومیشه که وسایل ترریزی با کارست که ما همین ریگ ترریزی دیگه قالبای ترریزی با ما همین چیز با کارست. صنعت دیگریزی یا ساخت ظروف به روش سنتی از صنایع قدیمی ولایت بدخشان است. صنعت کهن که 100 سال سابقه دارد و برای بقا نیازمند حمایت حکومت است. و حالا پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 22.7، بامیان نیمه آفتابی 14.0، جلال آباد آفتابی 29.14، غزنی نیمه آفتابی 20.4، قندهار آفتابی 29.11، قندوز نیمه آفتابی 28.13، لشکرگاه آفتابی 31.13، مزار شریف نیمه آفتابی 29.16، نیلی آفتابی 21.6، هرات آفتابی 30.13، اسلام آباد آفتابی 28.16، تهران نیمه آفتابی 26.14، دبی نیمه آفتابی 32.27، دهلی ابری 31.20 و مکه نیمه ابری با احتمال بارندگی 35.25. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر، خدا نگهدار.